سلام جناب اهدیانی، سلام ارادتمندم، وقت شما هم بخیر باشه. تشکر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین. وظیفه است ان شاءالله که مفید باشه برای مخاطبانم. امروز می‌خوایم که حقیقتاً یه مقایسه‌ای داشته باشیم، یا حالا تحت عنوان چند تا سوال، بابت اینکه بحث اقامت گرفتن توی کشورهای مختلف رو می‌خوایم با هم دیگه داشته باشیم، که قطعاً نظر کارشناسی شما میتونه کمک خیلی زیادی به مخاطبانم باشه. ان شاءالله که همینطور باشه. اگه بتونه کمک کنه که خوشحال میشم. به نظر شما فکر میکنید که اقامت طلایی یونان بهتره یا اقامت طلایی اسپانیا؟ ببینید، اول از همینو من باید به شما بگم، ما فقط نظر کارشناسی و مقایسه غیر مغرضانه میکنیم اینا. بله، اینکه الزاماً کدوم بهتره یا بدتره رو میذاریم به عهده خود مخاطب. اما اگر بخوام حالا بیطرف فقط صرفا اون مواردی که هستش رو بخوام بیان بکنم، اولین تفاوت اینه که با سرمایه گذاری از طریق خرید ملک، کشور یونان به شما اقامتی میده که روی کارت صراحتاً مینویسه permanent residency یا همون اقامت دائم، در صورتی که اسپانیا اینو نمینویسه، یعنی اقامتش از جنس موقت. نکته بعدی اینه که یونان 250,000 یورو حداقل سرمایه مورد نیازه، اسپانیا 500,000 یورو. چون بعضیا میگن آها پس یونان ارزون تره، انگار مثلا دارم میام ساندویچ مثلا هات داگ بخرم، میگم اینش ارزون تره. در صورتی که ارزون تر و گرون تر بودن اصلا ملاک عمل نیست. 250,000 یورو شما در یونان خونه میخرید، میزان سرمایه گذاریتون میتونه کمتر باشه، ولی ممکنه شما برید و یه خونه 400,000 یورویی اصلا بپسندید. این یه مطلب. اسپانیا حداقل میزان سرمایه گذاری بایستی که 500,000 یورو باشه. پس این شد باز یه مقایسه دیگه، یعنی حداقل یونان از حداقل اسپانیا فعلا، یعنی الان که توی ابتدای سال 2024 داریم صحبت میکنیم، کمتر، حالا ممکنه بعدن اتفاقای دیگری هم بیفته. در مورد حالا خانواده و اینا میتونه فرقایی بکنه. آره، خب همینو اتفاقا من میخواستم ازتون بپرسم، این که نحوه گرفتن اقامت خانواده ها به چه صورت، یعنی کدوم یکی فکر میکنین که اقامت راحت تری داشته باشه یا شرایط بهتری؟ بستگی به شرایط خانواده داره. یه زمانی هستش که من یه آدم متأهلی ام، بچه‌ام ندارم، برای پدر مادرم هم نمیخوام اقدام بکنم، اون یه داستان دیگه است. چون حتی بعضی از متأهلین ما میگیم مثلا تو فلان کشور برای پدر خانم تو مادر خانم تو اقدام بکنی، میگی نه آقا اوکیه، شما بگو نمیشه. آره تو جلسه میگه اصلا شما بگو نمیشه، اصلا مثلا بگو من خودم تنها میتونم برم. اما اگه اینجوری نخوایم ببینیم موضوع رو، بخوایم حالت قانونیش رو نگاه بکنیم، یونان میشه متقاضی اصلی. متقاضی اصلی کیه؟ کسیه که ملک به نامش، این از اون، همسرش، بچه های زیر 21 سالش و پدر مادر خودش و همسرش، این از یونان. درست. اما در اسپانیا میشه متقاضی اصلی خودش، همسرش، بچه های زیر 18 سالش و پدر مادر خودش. پدر مادر همسرش رو شامل نمیشه. اونایی که پدر مادر همسر رو نمیخوان، فکر کنم براشون اسپانیا چیز جذاب تری باشه. این کلیت ماجرا است. درسته. خب بعد فکر میکنیم که برای بحث اجاره دادن همون ملکی که حالا چه در یونان چه در اسپانیا بخوان خریداری بکنن، به لحاظ اجاره فکر میکنی که کدوم یکی پرسودتر یا حاشیه سود بیشتری داشته باشه؟ از نظر اجاره خیلی فرقی نمی کنن، راستشو بخواید، چه از نظر رشد قیمت ملک. رشد در یونان میتونه بیشتر باشه، اینم دلیل فنی داره، به خاطر اینکه یونان کشوری است که الان در حال حاضر تقاضا براش بالاتره. پس طبیعتاً این عدم تناسب عرضه و تقاضا، هر چقدر فاصله اینا بیشتر باشه، راجع به هر چی، راجع به این آب گازدار هم همینطور میتونه باشه. اگه این تنها سودایی باشه که الان در دنیا وجود داره، ممکنه 10,000 دلار هم یه روزی براش قیمت بذارن، چون زیاده قیمتش پایینه. یونان رشدش در حال حاضر میتونه که بیشتر از اسپانیا باشه. اما از نظر اجاره، هر دوی اینها مصطلح معروف بهش میگن Airbnb یا همون اجاره روزانه ملک. تو جفت اینا قانونیه، مثلا در ترکیه غیر قانونیه. خب پس در هر دوی اینها شما میتونید خونتون رو روزانه اجاره بدید، درآمد خوبی هم به دست بیارید.
این یه حالت. اجاره سالانه هم در هر دوی اینا اوکیه، یعنی تفاوتی نمیکنه از این نظر میتونم بگم که به این شکل هستش. یعنی در کل تفاوت اصلی این دوتا کشور توی مسائل اقامتی خیلی بیشتره. در کلیت، حالا اقتصاد، فرهنگ، قضا، مدل لایف استایل و زندگی، توی یه جاهای 15% این یکی بهتره، توی یه جاهای 15% اون یکی، 10% این یکی، 10% اون یکی، خیلی تفاوتی نداره. اما اگه شما مثلا بخواید بیایید که امریکا رو با یونان بخواید مقایسه بکنید، خب این تفاوت ها خیلی چشمگیر میشه. اما در کل اینا اونجوری با همدیگه فرقی ندارن، یعنی خیلی تفاوتی نمی کنن. یه نکته خیلی مهم ولی وجود داره، شما در زنده باشید، شما در اسپانیا از سال 10 میتونید درخواست شهروندی بدید، اما در اسپانیا از سال 7 در یونان، ببخشید در یونان از سال 7 میتونید که درخواست بدید. اما یه مطلبی این وسط وجود داره و اونم اینه که بعضی از وبسایت ها من میبینم شاید به خاطر عدم آگاهی از کلمه اخذ استفاده میکنن. یعنی میگن شما در سال 7 پاسپورت یونان اخذ میکنید، شما در سال 10 پاسپورت اسپانیا اخذ میکنید. این میگن چی؟ یعنی من میرم اداره پلیس اتباع خارجه، منو معرفی میکنن به ثبت احوال، میرم اونجا میگم من از اینجا بیرون نمیرم تا امروز به من پاسپورت منو ندیدی، معنیش اینه اخذ میکنم. در صورتی که شما از سال 7 در یونان و یا 10 در اسپانیا اجازه اقدام جهت تشکیل پرونده شهروندی دارید و تابع چه قانونی هستید؟ تابع قانون بالادستی اتحادیه اروپا هستید. قانون بالادستی اتحادیه اروپا میگه اگه یک کسی خواست شهروندی یک کشور اروپایی رو بگیره مجبور به اقدام نیست، اما چنانچه میخواد درخواست بده تو 5 قبلش، اگه سال 7 درخواست میده 2 تا 7، 10 درخواست میده 5 تا 10، 5 قبلش باید حداقل 3.5 تو اون کشور زندگی کرده باشه. درست. حالا ممکنه فلان سایت، فلان وبلاگ، فلان صفحه اینستاگرام یا هر چیز دیگه‌ای برگره بگه ما آشنا داریم، ما برای تو اینو حل میکنیم. الان دنیا سیستمه، آشنا چیه؟ دقیق به شما پرینت میده چقدر بودی چیکار کردی. الان اتفاقا اینم من میخواستم ازتون بپرسم که یه سری مؤسسه ها حالا بعضا مثلا از ما سوال میپرسن که میان یه مدت زمانی رو مشخص میکنن و میگن طی این مدت زمان شما میتونین اقامت رو دریافت کنین یا حالا هر چیزی به این شکل. تقریبی میگن یا قول میدن؟ نه قول میدن، قول میدن بابت اینکه یه همچین چیزی حتما، یعنی یه همچین تایمی انجام میشه. این میخواستم ببینم که چطوریه، واقعا شدنیه؟ یعنی یه چیز قطعیه؟ ایشالله که به خاطر عدم آگاهیه، ولی بیشتر به خاطر فریبه. یعنی بازی با یه سری از چیزهاست. ببینید وقتی پرونده شما میرین یه خونه رو میخرید، خب این پروسه که شما دارین خونه رو میخرین، منتظر هستید ویزای مثلا یونانتون رو بگیرید. خب سفارت به شما میگه من تا 3 به شما ویزا میدم. این تقریبه. بله. ممکنه بشه 1 ماه. بله. خب این دست شما نیست. بعد شما میخواین سفر بکنی، یهو میگم به خاطر بیماری خدای نکرده مثلا کووید 1000، حالا مثلا در آینده آقا 1 ماه تعطیله. خب این رفت روی پرونده، میرسید اونجا، ملک رو میبینید، پسند میکنید، بیانه رو میدید، حساب بانکیتون هم باز میکنید، میخواید پول شارژ بکنید، صراف برمیگرده میگه الان یه تایمی مثلا 1 هفته سویف قطعه. حالا اوکی، پول تو حساب پر میشه، این مثال واقعی الان میخوام براتون بزنم، بانک پولو میزنه به حساب مالک، میخواییم سند بزنیم، سندو کی میزنه؟ دفتر اسناد رسمی. تو سال 2023 اواخرش تو پاییز کلیه دفاتر اسناد رسمی و اینا وارد اعتصاب شدن در یونان، به مدت 1 ماه و نیم هیچ کاری انجام نمیشد. اینم از سند، یعنی پیش میاد. ببینید چقدر متغیر داره. سندم زدیم، حالا میخواییم بریم پرونده باز بکنیم برای گرفتن وایت پیپر یا برگه سفیدی که مال اقامته. چه اتفاقی میفته؟ شلوغ، قانون داشته عوض میشده، کاری که 3 هفته طول میکشیده حالا میشه 3 ماه، میشه 4 ماه. پس اینا وعده های بیخوده. بله. در واقعیت مینیمم 4 ماه طول میکشه، تا 1 سال هم ممکنه طول بکشه کشورهای مختلف. بله بله. کسی هم با رشوه و اینجور وعده ها نیاد ذهن مردم رو شستشو بده، چون طبیعتاً چه ما چه هر مؤسسه دیگه ای نفعش در اینه که کار مردم سریع انجام شه.
دقیقاً. پس اگر ما به مردم میایم برمیگردیم میگیم خیلی رو اینا حساب نکنید، دلیلش اینه. درسته. خیلی ممنون. حالا اگه نکته دیگه ای هست در مورد این چیزا که حالا شاید من خیلی زیاد فکر میکنم اگر توی حالا به صورت کامنت بذارن یا سوال بکنن از بچه های ما خیلی بهتر باشه، چون دیگه میشه مسائلی که کیس بای کیس میشه دقیقا. از حوصله یه ویدیو خارج میشه. دقیقاً درسته. خیلی ممنون از این که وقت زنده باشید. شاد و سلامت باشید. خواهش می‌کنم.